اکونومیست در 21 آگست 2021 مقاله‌ای تحت عنوان Just How Mighty Are Active Retail Traders منتشر کرده است که از بازگشت سهامداران کوچک که به طور فعال و حتی روزانه معامله می‌کنند حکایت دارد. کلینیک اقتصاد ترجمه این مقاله را تقدیم شما عزیزان می‌کند. معامله‌گران خرده فعال دقیقاً تا چه حد قدرتمند هستند؟ تنها 2 سال پیش اینطور تصور می‌شد که در آینده صنعت سرمایه‌گذاری افراد کمتر و کمتری را جذب کند. سرمایه‌گذاران خرد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی منفعل تجمع کرده بودند، یعنی صندوق‌هایی که سبد‌های سهام را با کارمزد کم مدیریت می‌کنند. با گسترش فعالیت صندوق‌های شاخصی و صندوق‌های کمی، حرفه‌ای‌های صندوق‌های پوششی که منظور هشفاندها هستند و یا رؤسای آرام و متین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که منظور میوچال فاندها هستند عقب نشسته بودند. خودکارسازی بیشتر در روند سرمایه‌گذاری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسید. به زودی به آینده‌ای پا می‌گذاشتیم که در آن نقش انسان‌ها در سرمایه‌گذاری به کلی محو شده و انسان‌ها جای خود را به ماشین‌های قدرتمند و ماهری می‌دادند که با سرعت نزدیک به نور سهام مبادله می‌کردند. اما این پیشبینی در واقعیت کاملا محقق نشد. در 1 سال گذشته انبوهی از معامله‌گران خرد در بازار سهام امریکا جنجال به پا کردند. آنها به قرارداد مشتقات کوتاه مدت روی سهام شرکت تسلا که سازنده خودروهای الکتریکی است هجوم بردند و یا قیمت سهام شرکت هرتز را که خودرو اجاره می‌دهد پس از آنکه اعلام ورشکستگی کرده بود به عرش رساندند. اما شاهکار آنها امسال رونمایی شد. یک رالی سعودی دیوانوار در سهام یک فروشگاه بازی‌های ویدیویی با نام گیم استاپ به رشد 2000% در مدت زمانی کمتر از 2 هفته منجر شد. نوسان قیمت سهام و حجم سفارشات به حدی بالا بود که سیستم تسویه با مشکل مواجه شد. درک دلایل مستقیم خیزش مجدد سهامداران خرد دشوار است. محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها که ملالت و خستگی با خود به همراه آورده در کنار پرداخت چک‌های حمایتی دولت همانند سوختی برای انفجار فعالیت معامله‌گران خرد بود. اما بلافاصله پاندمی با یک جنگ قیمتی در اکتبر 2021 نیز همراه شد، زمانی که بزرگترین کارگزاران امریکا در تقلید از کارگزاری رابین هود که یک استارتاپ است کارمزد معاملات را به صفر رساندند. به علاوه دسترسی معامله‌گران خرد به ابزارهای معامله‌گری پیشرفته مانند اهرم مشتقات مدت مدیدی است که در حال رشد است. بین ماه‌های اکتبر 2019 و فوریه 2020 حجم معاملات در کارگزاری‌های خرد حدوداً 2 برابر شد. پس از آن نیز قبل از بازگشت مجدد محدودیت‌های کرونایی حجم معاملات باز هم 2 برابر شد. تقریباً 2 سال پس از آغاز این جنگ قیمتی هنوز فعالیت در بازار سهام و پرسه زدن در برنامه ردیت برای یافتن یک سرنخ سرمایه گذاری محبوب تر از بیخیالی طی کردن است. اما این تغییر به سمت معامله‌گران خرد فعال واقعاً چقدر جدی بوده است؟ آیا امروزه سرمایه گذاری منفعل از بین رفته است؟ این پرسش ها را می توان به 3 طریق پاسخ داد. ابتدا می توان با بررسی تعداد معامله‌گران خرد شروع کرد. در سال 2019 59 میلیون امریکایی یک حساب در یکی از 7 کارگزاری بزرگ آمریکا داشتند. این تعداد تا به حال به 95 میلیون نفر رسیده است، در حالی که 17 میلیون حساب جدید در سال 2020 باز شده و 20 میلیون حساب دیگر امسال به ثبت رسیده است. نکته بعد بررسی حجم معاملات است. حجم معاملات یک جهش قدرتمند را نشان می‌دهد. معاملات خرد از 1/4 حجم معاملات به 1/3 در سال 2020 افزایش یافته و سپس به بیش از 40% در 3 ماهه اول 2021 رسیده است. البته معاملات بازارگردان‌ها یعنی کسانی که به عنوان واسطه در هر معامله عمل می‌کنند در این آمار نیامده است. عمده فعالیت معامله‌گری اکنون از طرف سرمایه‌گذاران خرد می‌آید، نه از طرف مؤسسات مالی و یا کوانت‌ها و یا بانک‌ها. مسئله 3 در نظر گرفتن دارایی هاست. بنا به گزارش بانک گلدمن ساکس، درصد سهام شرکت‌های آمریکایی که خانوارها مستقیماً در آنها سرمایه‌گذاری می‌کردند برای چند دهه در حال کاهش بود، چرا که فضای سرمایه‌گذاری در سیطره حرفه‌ای‌های بازار بود. در دهه‌های 1970 و 1980
صندوق‌های بازنشستگی به اوج رسیدند. پس از آن نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال سهم عمده بازار سرمایه را در دهه‌های 1990 و 2000 در دست گرفتند. در یک دهه اخیر هم صندوق‌های منفعل بازار دارایی‌ها را در اختیار داشتند. اما درصد سهامی که مستقیماً سهامداران نگهداری می‌کردند در حوالی سال 2015 به ثبات رسید و اکنون در حال رشد است. در بازه زمانی انتهای 2019 تا ماه مارس 2021 درصد سهامی که توسط خانوارها مستقیماً نگهداری می‌شد از 36 درصد به 38 درصد رسیده است. تمامی موارد فوق دلالت بر ظهور گسترده سرمایه‌گذاران خرد فعال دارد، اما دو مسئله باید شما را به فکر وادارد. ابتدا اینکه رشد سرمایه‌گذاران خرد فعال از نرخ رشد سرمایه‌گذاران منفعل نکاسته است. گرچه محاسبه کل سهم سهام‌هایی که منفعلانه یک شاخص را دنبال می‌کنند دشوار است، سهم شاخص S&P 500 در کارگزاری‌ها و صندوق‌های مشترک شاخصی با رشد 0.5% از سال 2019 به 18.3% رسیده است. این رشد آرام‌تر از سال‌های گذشته بوده، اما هنوز حرکتی قدرتمند و رو به بالاست. علاوه بر این، همه افرادی که در سال 2019 حساب در کارگزاری‌ها باز کردند، معامله‌گر روزانه نیستند. به طور میانگین 32 میلیون از حساب‌ها در کارگزاری چارلز شواب که اخیراً با کارگزاری TD Ameritrade ادغام شده است، حدود 4 معامله در ماه انجام می‌دهند. این رقم فعال‌تر از مشتریان شرکت ونگارد است که کاملاً بی حرکت هستند، به طوری که 3/4 آنها در طول یک سال معامله انجام نمی‌دهند. اما این رقم به راحتی ممکن است با 34 معامله‌ای که در یک ماه 1.5 میلیون مشتری در یک کارگزاری خرد دیگر به نام اینتراکتیو بروکر انجام می‌دهند مقایسه شود. از این رو معامله‌گران خرد فعال قدرتی پیدا کردند که نمی‌توان نادیده گرفت، چنانچه صعود آنها به دلیل تغییرات ساختاری در دسترسی به ابزارهای معامله‌گری باشد و حاصل یک موج زودگذر ناشی از پاندمی نباشد، پس این رشد باید همچنان ادامه یابد. با وجود این باید خاطر نشان کنیم که اغلب سرمایه‌گذاران خرد هنوز با سرعت کمتری معامله می‌کنند. این پادکست از سوی کلینیک اقتصاد که مرجع آموزش عمومی اقتصاد در ایران است تقدیم شما عزیزان شده است. Thank you.